و اما در مورد گلدن پورتفولیومون این توضیح رو میخواستم بدم که اولا درسته که هر وقت صحبت از فلزات قیمتی میشه پای دو تا فلز دیگه هم پیش کشیده میشه، یکی پالادیوم هست یکی پلاتونیوم، ولی پالادیوم و پلاتونیوم بیشتر فلزات صنعتی هستند، گرچه پلاتونیوم تاریخاً شروع میکنه با فلزات قیمتی افزایش پیدا میکنه، ولی عمدتاً اون دو تا فلزات صنعتی هستند و بنابراین نقش پول رو هیچ وقت نداشتن و هیچ وقت نخواهند داشت، به مثابه طلا و نقره هیچ وقت به اینها برخورد نکنید، به صورت یه فلز صنعتی ببینید یا هر کامودیتی دیگری که سایکل های خودشون داره، بالا پایین میشه طبیعتاً. راجع به کامودیتی ها و سایکل هایی که دارن قبلا صحبت کرده بودیم، از این زاویه بهشون نگاه کنید. نکته بعدی این که انتخاب از میان انواع و اقسام کارهایی که میشود کرد در امر سرمایه‌گذاری در فلزات قیمتی، یه بخشش که بخش استاک و اینها هست، هفته دیگه اگر رسیدیم سری صحبت میکنیم و راجع به خصوصیاتش حرف میزنیم، ولی اون بخشی که مورد نظر ماست چون میخوایم محافظه کارانه ترین راه را انتخاب کنیم و راهی که احتمال ضررش 0%، یعنی هیچ گونه احتمال ضرر وجود نداشته باشه، این هست که آدم به صورت فیزیکال در واقع در خود این فلزات سرمایه گذاری کنه. بعد به صورت فیزیکال یا میتونه آدم شمش بخره، بولیون بخره، یا این مفتول هایی که بار بهش میگن بخره و یا سکه بخره. برای امر سرمایه گذاری و اینوستمنت همیشه همه جا و همه وقت باید از سکه استفاده بکنه. طبیعی است که موقعی که قیمت ها میره بالا، هم قیمت شمش بالا میره، هم قیمت به اصطلاح بار بالا میره و سکه که جای خودش داره. منتهای مراتب اولا شمش را کسی بگیره، درست است که هر کس که تو این امر بیاد و میخواد سرمایه گذاری کنه حداقل میخواد به خودش 3-4 سالی وقت بده، ولی چون دنیا بالا و پایین زیاد داره، یه وقت در وسط راه اگر یه به اصطلاح مورد استثنایی و اضطراری پیش بیاد و آدم به مقداری پول احتیاج داشته باشه، حتی اگر همه پولی هم که گذاشته اونجا نباشه، یه مقدار کمیشا بخواد، اگر شما شمش در اختیارتون باشه، شما نمیتونید شمش رو تیکه تیکه کنید بفروشید به همون اندازش که میخواید، مجبورید اونا همه یه جا بفروشید. بعد بدشانسی هم بیاره آدم درست در همون هفته و ماهی که پول میخواد قیمت توی بازار اومده باشه پایین، چون برای قیمتا در خط مستقیم همش بالا نمیرن، بالا پایین هم داره، و اون وقت مجبور میشید که کل شمشتون رو یا با سود بسیار ناچیزی و بعضی وقتا با ضرر بفروشید. بار که اصلا ارزش اینوستمنت و سرمایه‌گذاری نداره و اصولا برای سرمایه‌گذاری همیشه باید از سکه یا کوین استفاده کنید. منتها انتخاب کوین ها موقعی که میخواهید برید نقش بسیار بسیار حیاتی داره، چون این سکه ها در همه غرب و دنیای غرب برای سرمایه‌گذاری و اینوستمنت ازشون استفاده میشه، همگی از نظر وزن یک اندازه هستن، یعنی همشون یک اونسی هستن و کیفیتشون هم کم و بیش مشابه همدیگه است، ولی به خاطر عرضه و تقاضا و دیمند و سپلای قیمت‌هاشون روزانه توی بازار فرق میکنه. یعنی یه وقت ممکن است، به طور مثال میگم، یه سکه آفریقای جنوبی نسبت به یه سکه طلای مثلا استرالیا یه دفعه 180 دلار گرونتر باشه، 100 دلار گرونتر باشه، یه سکه اتریشی فرضاً 50 دلار از سکه کانادایی گرونتر باشه، و اون وقت برای کسی که مثلا فرض کنه میخواد 100 تا سکه بخره، یه تفاوتی قیمت اینجوری خودش به 20000 دلار، بعضی وقتا به 50-60 هزار دلار پول تفاوت قیمت میشه. کاری که ما میکنیم برای گلدن پورتفولیومون، هر وقت میخوایم این کار رو بکنیم برای هر کسی، اول قیمت این سکه ها رو با روش دقیق و اطلاعات عمیقی که داریم در سطح جهانی بررسی میکنیم و مناسب ترین سکه ها رو، چه طلا باشه و چه نقره، اول انتخاب میکنیم. بعد از ذره درصدی که باید بین این دوتا باشه تصمیم گیری میکنیم و اون مجموعه رو که آماده کردیم خودمون تصمیم میگیریم که چی میخوایم، چقدر میخوایم، از کدومش میخوایم و چقدر به اصطلاح نسبت تقسیمش هست بین طلا و نقره، و به اون شکل تهیه میکنیم. و همونطور که قبلا هم اشاره کردن، ما اینها رو از مراکزی میگیریم که دو تا مرکز دولتی که از طرف دولت فدرال آمریکا اجازه و به اصطلاح پرمیت گریدینگ سکه رو هم دارن، قبلا میبینن مهر تایید اونها که خورد، اون وقت ما برای کلاینتامون از اون مراکزی که میشناسیم خریداری میکنیم. بنابراین نه فقط از مراکز معتبر هست، بلکه با مناسب ترین قیمت ها به اضافه تخفیف های ویژه ای که از این مراکز به کلاینت های ما میدن در واقع ازشون خریداری میکنیم. یک سرمایه گذاری دیگر هم که خواسته بودی سرش، خیلی متاسفانه وقت تموم شد، فقط سریع اشاره کنم راجع به اون سرمایه گذاری استثنایی که مبلغ ناچیزی پول در شرایط کنونی رو میتونید بذارید و آخر سال 2040 به بیشتر از 600 میلیون دلار
دلار تبدیل خواهد شد. دوستانی که در روزهای اخیر برای این سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کنند، بعضی‌هاشون میگن چون فلانی دوست من یا برادر من یا همکار من کرده، من می‌ترسم بچه من بزرگ بشه، بچه اونا میلیونر بشن، من نباشم. خواستم بگم که روی امر چشم و همچشمی سعی کنید، هیچ وقت نه پسنداز کنید نه سرمایه‌گذاری کنید. هر پسنداز و سرمایه‌گذاری که می‌کنید باید به خاطر اهمیت و ماهیت خود اون سرمایه‌گذاری باشه و این موردی است که ما با دقت ریاضی همه را تا سنت آخر ارزیابی کردیم و سرمایه‌گذاری است که هر کس بهش دست بزنه با مبلغ ناچیزی پول میتونه به بیشتر از 600 میلیون دلار تا آخر سال 2040 تبدیلش بکنه. وقت تموم شد، هفته آینده راجع به اینها سعی می‌کنیم وقتی بیشتری برای پورتفولیوها بذاریم و توضیحات مفصل تری بدیم و همینطور زمینه‌ای که با تضمین دولتی میتونید رو پول خودتون تا 10% در سال بهره بگیرید. وقتمون تموم شد، تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان